اینکه بعضی وقتا نسبت به اوقات دیگه ای احساس شادی بیشتری میکنید عادیه، اما به این معنی نیست که نمیتونید الگوی ثابتی از رضایتمندی، خوشنودی و قدردانی تو زندگیتون داشته باشید. در گام اول باید یاد بگیرید که چطور میتونید همیشه شاد باشین و خودتون به تنهایی خوشحال و خوشنود و تو زندگی روزمرتون مثبت باشید. برای ادامه دادن به این کارهای نشاط‌آور عادت‌های ایجاد بکنید که بتونید در ایجاد حال خوب و اعتماد به نفس به کمکتون بیاد. امروز در این ویدیو راهی که به شما کمک میکنه تا چطور شاد باشید رو بهتون معرفی میکنم. بخش اولش اینه که افزایش میزان رضایت از زندگی رو رو خودتون حس بکنید. یاد بگیرید که خودتون رو دوست داشته باشید. این موضوع بسیار مهمیه. اگه توی این راه موفق بشید نشون میدید که خودتون رو همونطور که واقعا هستید قبول کردید. این رضایت میتونه به افزایش اعتماد به نفس شما کمک کنه. لیستی از مواردی رو تهیه بکنید که درباره خودتون دوست دارید. در این صورت میتونید خوشحال بودن رو تجربه کنید. این موارد خصوصیات ظاهری، مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصی یا ارتباطی باشه. وقتی احساس می‌کنید عزت نفستون کم شده، لیست رو مرور بکنید. جلو آینه وایسید و عشقتون رو به خودتون ابراز بکنید. مثلا بگید من عاشق کسی ام که توی آینه می‌بینم یا هیچ چیزی نمی‌تونه اون رو تغییر بده. توی لحظه‌های سخت با خودتون طوری رفتار کنید که با بهترین دوستاتون رفتار می‌کنید. هر چیزی که به بهترین دوستاتون میگید به خودتون هم بگید. به خودتون بگید که می‌تونید به هر چیزی غلبه بکنید. معمولاً مردم به چیزی تبدیل میشن که در مورد خودشون باور دارن. اگه باور دارید که نمیتونید کاری رو انجام بدید، باعث میشه که قادر به انجام اون نباشید. به جای اون به خودتون یادآوری کنید که میتونید از عهده هر کاری بر بیاید. اگه با مسئله یا مشکلی مواجه شدید، به جای تسلیم شدن به خودتون میگید که من میتونم از پس مشکلات بر بیام و این شرایط رو به عنوان فرصتی برای یادگیری چیزهای تازه در نظر بگیرید. از شکست نترسید. اگه اشتباهی کردید دوباره برگردید و تلاش بکنید. به یاد داشته باشید که هر شکستی یه فرصت جدید برای یادگیریه. از مقایسه خودتون با دیگران اجتناب کنید. هر کسی زندگی متفاوتی داره. بنابراین مقایسه خودتون با بقیه بیفایده است. موفقیت‌ها، استعدادها و فرصت‌های خود رو به خودتون یادآوری بکنید. شادی‌هاتون رو بر اساس دستاوردهاتون پایه‌گذاری بکنید، نه بر اساس کاری که بقیه انجام میدن. رسانه‌های اجتماعی باعث میشن مردم خودشون رو با بقیه مقایسه بکنن. اگه شما هم دچار این مسئله هستید، حساباتتون رو شبکه‌های اجتماعی پاک کنید یا زمانی که به این رسانه‌ها می‌گذرونید رو کمتر کنید. وقتی اشتباه می‌کنید خودتون رو ببخشید و طوری با خودتون رفتار کنید که تو چنین شرایطی با دوستاتون رفتار می‌کنید. روی اشتباه توقف نکنید، اما متعهد باشید که در آینده بهتر عمل کنید. توی کار، ارتباطات و عادتاتون تعادل برقرار کنید. تعادل در همه جنبه‌های زندگی اهمیت داره. به خودتون زمان کافی برای کار، زندگی اجتماعی، فعالیت‌های خانوادگی، علایق شخصی، ورزش و استراحت بدید. اگه با ایجاد تعادل تو زندگی کاری مشکل دارید، سعی کنید زمان‌بندی روزانه تهیه بکنید. زمان استراحت و فعالیت‌های اجتماعی رو مشخص بکنید. اجازه ندید کارتون وارد این زمان‌ها بشه. سعی کنید در برنامه روزمره‌تون کارهایی برای مراقبت از خودتون داشته باشید. مثلا دویدن، نقاشی کشیدن و کارهایی رو انجام بدید که به آرامشتون کمک میکنه. اما بخش دوم چیه؟ بخش دوم اینه که چطور میتونید همیشه شاد باشید، مثبت‌تر بشید. یک، مثبت فکر کنید. هرگاه میبینید که در حال فکر کردن به چیزهای منفی هستید، مثلا اینکه نمیتونم این کارو بکنم یا چه روز بدی، این افکار رو متوقف کنید و افکار مثبت رو جایگزینش بکنید. مثلا به این فکر کنید که اگه روی این کار تمرکز کنم میتونم انجامش بدم، یا اینکه امروز در حال بهتر شدنه. از خودتون بپرسید که چطور میتونم خوشحال باشم و راه‌های ساده برای شاد بودن رو پیدا بکنید. برای اینکه در یادآوری تفکر مثبت کمک کنید، پیام‌های انگیزشی خودتون روی تلفن، کامپیوتر، آینه و کیف پولتون بچسبونید. این پیام‌ها میتونه چیزی شبیه اینها باشه: تو عالی هستی یا میتونی به رویاهات برسی. خودتون رو تحسین بکنید. خودتون رو به خاطر تلاش‌ها، دستاوردها و حتی برای موفقیت‌های کوچیک ستایش بکنید. به خودتون یادآوری کنید که چقدر قوی، با استعداد و سخت‌کوشی. مثلا میتونید به خودتون بگید کارهای امروزت عالی بود یا کارت عالیه. نوشتن این موارد روی یه دفتر یا کامپیوتر به شما کمک خیلی بزرگی میکنه. وقتی کار بزرگی میکنید به خودتون جایزه بدید. خودتون رو برای نهار به بیرون ببرید، برای خودتون هدیه بخرید و اوقاتتون رو با کسایی که دوستشون دارید بگذرونید. وقتی احساس خستگی میکنید لبخند بزنید. فقط لبخند زدن میتونه احساس شما رو بهتر کنه. وقتی تحت استرس، استراب یا نگرانی هستید، سعی کنید لبخند بزنید. یک لبخند واقعی با تنگ کردن چشما باعث میشه حالتون بهتر بشه و تنش‌ها از بین بره. اطراف خودتون رو پر از افراد مثبت بکنید. گروه‌های اجتماعی شما
نقش بزرگی تو نوع احساسون دارن. اگه توسط افراد منفی یا بدبین محاصره شده باشید، از رفتارشون تأثیر خواهید گرفت. به جای اون به دنبال ارتباطات مثبت با افراد خوشحال، خوشبین و شاد باشید. اگه با رابطه هاتون مشکل دارید، سعی کنید با افراد جدید ملاقات بکنید، توی یه خیریه داوطلب بشید، یه اجتماع یا یه کلوب وارد بشید، یا یه کلاس برید، مهارت جدید یاد بگیرید. اگه افراد خاصی تو شبکه اجتماعی شکایت و ناله می‌کنن، دوستی‌هاتون رو باهاشون قطع کنید یا پست‌های اونا رو بلاک کنید. به خاطر چیزها و انسان‌های خوب زندگیتون قدردانی و تشکر کنید. هر روز فهرست جدید رو تهیه بکنید که به خاطر شاکرید. ارتباطات، فرصت‌ها، لحظات مورد علاقه و سایر چیزهایی رو که در زندگیتون اتفاق افتاده در نظر بگیرید. هر روز تفکراتتون رو توی دفتر یادداشت بکنید. اگر احساس خستگی یا منفی بودن دارید، دفتر شکرگزاریتون رو بخونید تا تشویق بشید. به مردم بگید که چقدر دوست دارید از اونها تشکر و قدردانی بکنید. این موضوع باعث میشه که هر دوی شما حس بهتری داشته باشید. زندگیتون رو مثل یه داستان مثبت بنویسید. هر روز چیزهایی رو که براتون اتفاق افتاده تو دفترتون یادداشت بکنید، اما مثل یه داستان شاد روی نکات مثبتش تمرکز کنید. وقتی دارید درباره مشکلات می‌نویسید، روی چیزی که از اونها یاد گرفتید یا اینکه اون تجربه چطور باعث رشد شما شد تمرکز بکنید. به یاد داشته باشید که همه انسان‌ها تو زندگی خودشون مشکل دارن، اما این مشکلات نباید شما را از رسیدن به شادی باز داره. تلاش کنید روی یه نکته مثبت تو خودتون تمرکز کنید. مهم نیست چقدر کوچیک به نظر بیاد. و بخش سوم، ایجاد عادت‌های بلند مدته. انتظاراتتون رو بر اساس روند زندگیتون تنظیم کنید. هر چه از لحاظ روحی بزرگتر و پخته‌تر بشید، زندگیتون بیشتر تغییر می‌کنه. به جای چسبیدن به انتظارات، اهداف و آرزوهای خاص، برای تغییر تو اونها آزاد باشید. تنظیم کردن انتظارات به شما در واقع بین‌تر بودن و اجتناب از ناامیدی کمک می‌کنه. ممکنه در مواردی نیاز به کم کردن انتظارا باشه، برای اینکه چطور خوشحال باشیم و چطور میتونیم همیشه شاد باشیم. راه‌های ساده‌ای وجود داره. یکی از این راه‌حل ها اینه که اگه از خودتون یا بقیه انتظار بالایی داشته باشید، باعث ناامیدی و سرخوردگیتون میشه. مثلا با بالا رفتن سن، انتظارات از همسرتون عوض میشه. حتی ممکنه تصمیم بگیرید لیست نیازهاتون رو کمی کوتاه‌تر بکنید تا کسی وارد زندگیتون شد، شما رو بتونه شادتر کنه. یکی از مهم‌ترین راه‌های شاد بودن، برقراری ارتباطات قوی با خانواده، دوستان و افراد دوست داشتنیه. ارتباطات عناصر کلیدی شادی بلند مدتن. شما نیازی به ده‌ها دوست برای شاد بودن ندارید، پس زمانتون رو به ایجاد ارتباط قوی با اشخاص نزدیکتون اختصاص بدید. هر هفته با خانواده و دوستاتون برنامه تفریح و گردش بذارید. میتونید به پیکنیک برید، با هم فیلم ببینید یا در خونه بمونید. با کسایی که دور از شما زندگی میکنن مرتبا تماس بگیرید، با چت تصویری صحبت بکنید یا نامه بفرستید، ایمیل بزنید بهشون. تاریخ‌های مهم مثل تولد، سالگرد، ازدواج رو به ذهنتون بسپرید. یک کارت تبریک یا یه هدیه برای این مناسبت‌ها بفرستید. به خانواده و دوستاتون بگید که چقدر دوستشون دارید و قدردان اونها هستید. هر روز به طور میانگین 7 تا 9 ساعت بخوابید. اگه خواب کافی ندارید، ممکنه بد اخلاق بشید، بدبین بشید، دچار استرس بشید. یه زمانبندی خواب مناسب باعث میشه هر روز حس خوبی داشته باشید. یه ساعت قبل از رفتن به تخت خواب از کار با صفحات نورانی و الکترونیکی مثل موبایل بپرهیزید. این صفحات به خواب رفتن شما رو سخت‌تر می‌کنه. مطمئن بشید که اتاق خوابتون جای راحتی برای خوابه. شب‌ها پرده رو بندازید، از یه ماشین نویزگیر یا گوشی برای نشنیدن صداهای مزاحم استفاده بکنید. شاید مدام از خودتون بپرسید که چطور خوشحال باشیم و چطور می‌تونیم همیشه شاد باشیم. من یه توصیه کلیدی دارم. میزان شادیتون رو بیشتر بکنید. ورزش و تحرک برای بهبود حال عالی‌اند. فعالیت بدنی بیشتری تو زندگی روزمره‌تون داشته باشید تا احساس شادی و خوشحالی بیشتری بکنید. حالا چند تا از اینا رو بهتون میگم. 1. پیاده‌روی بعد از شام، باشگاه رفتن. سعی کنید 2 تا 3 بار در هفته رو باشگاه برید. استفاده از پله به جای آسانسور بالا بر. بازی با بچه‌ها، یاد‌روی. وقتی احساس استراب، استرس یا خفگی می‌کنید، مدیتیشن کنید. مدیتیشن به آرام کردن فکر و بازیابی حس آرامش کمک می‌کنه. مدیتیشن می‌تونه شما رو برای رویارویی با شرایط سخت و استرس آماده بکنه. به جای ساکت و آروم برید، چشماتون رو ببندید، روی تنفستون تمرکز کنید. درباره هیچ چیز دیگه فکر نکنید. اگه توی این مدت ذهنتون منحرف شد، فوراً اون رو به تمرکز روی تنفس برگردونید. با انجام 5 دقیقه مدیتیشن شروع کنید و این میزان رو به 10 تا 15 دقیقه برسونید. اینها میتونن باعث بشن که همیشه شاد باشید. ممنون از اینکه همراه من امروز هم با محمودی در یوتیوب بودید. خداوند یار و نگهدارت.